قهرمان وزن 100 کیلوگرم ولایت هرات، شخصی که عضویت تیم منتخب ولایت هرات را به دست آورده، پهلوان سال هرات در راوند اول کمر به زمین میزنه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیری خدمت شما بینندگان عزیز. مسابقاتی که قراره در این برنامه با شما شاهد باشیم، نادر صوفی زاده از کلب بارک اطلان مقابل او فرشاد از کلب پهلوانی نیرو شاگرد استاد محمد آصف و همچنین نصیر انده از کلب جوانان انجیل شاگرد استاد قاری سید بسم الله مقابل او ورزشکاری از جوانان هرات مسابقه انجام میده. حضور پرشور و پر جمع و جوش مردم ولایت هرات رو میبینیم و این هم فرشاد یا همان شهزاده شندند که تا لحظاتی بعد آماده خواهد شد و مقابل نادر صوفیزاده به مسابقه خواهد پرداخت. شهزاده شندند در مسابقات پهلوان برتر مقابل جاوید احمدی از گردانه رقابت‌ها کنار رفت و حالا ببینیم مقابل قهرمان آسیا چه کار خواهد کرد و چگونه مسابقه خود خور به پایان خواهد رساند. نادر صوفیزاده یکی از پهلوانان با تجربه و یکی از ویژگی‌هایی که او داره اینه که همیشه اگر مسابقه رو ببازه و اگر مسابقه رو برنده بشه با لب خندان و با چهره و پینک باز مسابقات خودش به اتمام میرسونه و اینجا آماده میشه در مقابل شهزاده شندن تا لحظاتی بعد مسابقه جذاب خودشانه در قند سوم برگزار بکنن. این قند هم یک رسکسفند خواهد داشت از پهلوانی که بتونه به پیروزی برسه. مسابقه این دو آغاز شده، فرشاد با لباس نارنجی مقابل او نادر با لباس سرخ. استاد آصف قضاوت این مسابقه را بر عهده دارند و همچنین استاد امیرگل هم با عنوان یکی از داوران حاضر در میدان پهلوانی معلم غنی خلیل میتونن که قضاوت ها را در پهلوانی ها از آن خودشان بکنن. ببینیم که این مسابقه جذاب و معید چه کار میشه، به سود کی به اتمام میرسه. نادر صوفیزاده در راوند اول کجا میکنه و موفق میشه کمر فرشادر به زمین بزنه. نادری که در 5 تا قبل اخیر خودش 3 مساوی و 2 پیروزی ره به نام خودش به ثبت رسانده، در سمت مقابل فرشاد در 5 تا قبل اخیر خودش 4 پیروزی و 1 باختر داشته که حالا در مقابل نادر راوند اول شکست میخوره و به دام کجای خطرناک نادر صوفیزاده میفته. مسابقهشون بدون استراحت در راوند دوم هم آغاز میشه و طوری که دیده میشه هر دو تفاهم کردن که بدون استراحت مسابقه را ادامه بدن و گویا سرمربیان هر دو ورزشکار هم به همین نتیجه ابراز رضایت کردن. مسابقه در راوند دوم آغاز شده، اجازه کار هم داده شده از هر واری که دارن میتونن استفاده بکنن. ببینیم واکنش فرشاد شهنوازی چگونیه. شهزاده شندند آیا میتونه در راوند دوم کمر نادر صوفیزاده رو به زمین بزنه و مسابقه رو یک بر یک کنه یا خیر باید در مسابقات پهلوانی با اسپانسری فولاد سگلت برنده داشته باشه. اینجا از حرکت زنگی خیلی خوبی که داره استفاده میکنه و کمر فرشاد از نیرور به زمین میزنه و اینگونه در میان تشویق هواداران کلب پهلوانی بارک اطلان و همچنین تماشاچیان و هراتیان قرار میگیره. در تکرار صحنه با هم ببینیم، یک بار پای فرشاد گرفت و در نهایت کار ناموفق بود و این نادر بود که از تجربه خودش استفاده میکنه و موفق میشه کمر فرشاد به زمین بزنه. باختی که فرشاد مقابل نادر اینجا تجربه کرد بدین معنا نخواهد بود که او در مسابقات آینده روحیه خودش ببازه و با روحیه تضعیف شده پای در میدان بگذاره، چرا که
مسابقات پهلوانی برد و باخت داره و باید پهلوانان زمانی که مسابقه رو واگذار میکنن در هفته های آینده با انگیزه بسیار بالا پا در میدان خاکی پهلوانی معلم غنی خلیل بگذارن. این هم گوسفند یا همان جایزه ای که قراره تا لحظاتی بعد برای نادر صوفی زاده اهدا بشه، ورزشکاری که در چند هفته گذشته دو بار پیاپی مقابل محمد گل وارد میدان شد و مسابقه شان با نتیجه 1-1 به اتمام رسید. حالا در مسابقات قند یک نتیجه تکمیلی رو به دست میاره که یعنی 2-0 باشه و در کنار بزرگان سرمربی کلب پهلوانی اتحادی و یا همان بارک اتلان قرار داره و تا لحظاتی بعد جایزه ای هم برای او تسلیم میشه. باز هم جا داره که ما تشکری داشته باشیم از شرکت فول آف سیکلت و از تاجر خیر ولایت هرات که همچنان برای پهلوانان جوایز نفیسی را مد نظر میگیره و پهلوانان را مورد تشویق و ترغیب قرار میدن تا مردمی که از راه‌های دور و نزدیک به میدان پهلوانی معلم غنی خلیل میآیند خوشحال باشند و مسرور باشند و لذت ببرند. حالا نصیر انده با لباس سفید از جوانان انجیل شاگرد استاد قاری بسم الله میآید و در مسابقه جذابی که هست مقابل یکی از پهلوانان جوانان هرات که برای اولین مرتبه هست وارد میدان شده مقابل نصیرنده قرار میگیره. مسابقه ایشان در راوند اول آغاز شده، هر دو کوشش هایی را دارن. ببینیم که چه کار میکنه نصیرنده، ورزشکاری که در 5 تقابل اخیر خودش 4 پیروزی داره و 1 باختر به نام خودش به ثبت رسانده. راوند اول خیلی جالب و پرتنش و پرچم و پرواره، هر دو ورزشکار تلاش هایی رو دارن. نصیرنده میره رو همان حرکت منحصر به فرد خود خود یعنی انده باشه و در نهایت کار پای ورزشکار رو گرفت و آخر کار موفق شد پیروزی رو از آن خودش بکنه. ببینیم حریف او رفت رو حرکت کجا ناموفق بود، نصیر انده رفت تا بتونه از حرکت انده استفاده بکنه، اما جلو حرکت انده نصیر اندر برای میشه گفت بند ساخته بود و اجازه نداد برای نصیر احمد که از فن خود خو استفاده بکنه. نصیر احمدی که در هفته گذشته مقابل علی بابا قرار گرفت و با نتیجه 2-0 باخت، اما این هفته با روحیه خیلی بالا و با انرژی خیلی خوب مقابل یکی از ورزشکاران جوانان هرات به میدان آمده که ببینیم. راوند دومشن با هدایت و قضاوت استاد زبیر خلیل آغاز شده، مسابقه خیلی جالبیه. نصیر احمد اکرمی میره تا از حرکات نمایشی خود خود استفاده بکنه، خیلی جالب این مسابقه. در میان تشویق یارو شمس هم قرار میگیره و انده دیدنی، انده فوق العاده استثنایی، کار خارق العاده از نصیر انده. چرا اون نصیرنده میگن؟ به خاطری که تاریخ سازی کرده همیشه، به خاطری که همیشه از حرکات انده دیدنی استفاده کرده که همه رو در میدان به وجه آورده، تمام ورزشگاه رو تشویق کردن، در دل یکا یک مردم ولایت هرات و ورزش دوستان قرار داره. چقدر زیبا از انده استفاده کرد و کمر عریف خور به زمین زد. باخت هفته گذشته او به این معنا نیست که او ناامید بشه و انگیزه خودخور از دست بده. او تاریخ سازی کرده، تاریخ سازی میکنه و طوری که قبلا گفتم یکا یک مردم ولایت هرات و یکا یک علاقمندانی که در اینجا حضور دارند او دوست دارند و مسابقات او همیشه دنبال کردند. پهلوانی های جذابی که برگزار شده، امیدواریم که شما عزیزان هم از دیدن این مسابقات لذت برده باشین. یک بار دیگر در کارنامه خودش کشتی دیدنی خودش به رخ هواداران کشید و همه مردم هم لذت بردن. بیننده های عزیز، ممنونیم از اینکه بیننده مسابقات پهلوانی از دریچه کانال یوتیوب افغان 1-2-3 بودید. همه شما عزیزان رو به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم تا جمعه بعدی. بدرود.